سلام و وقت شما بخیر. با مجمع خبری ساعت 6 با من منیر صمدی از هزاروالد خوش آمدین. در نخست سرخط خبرها، مهاجران افغان در ترکیه میگویند پلیس با وعده توزیع کارت اقامت صدها پناهجو را بازداشت کرد. مراسم اهدای جوایز سالانه 8 صبح تندیس ابتکار ملکه ثریا و لورن اوتس اهدا شد. نو افغان به اتهام تهیه مدارک پزشکی جعلی در میدان هوایی کراچی بازداشت شدند. طالبان در بهارک تخار 6 نفر را به اتهام دزدی تیرباران کردند. مراسم اهدای جوایز سالانه 8 صبح تندیس موسیقی دریا به قیس الفت اهدا شد. وزارت معدن طالبان در یک سال حدود 78,000 قیراط زمرد پنجشیر را فروختیم. شماری از مهاجران افغان در ترکیه به هزاروالد خبر دادند پلیس این کشور با وعده توزیع کارت اقامت برای مهاجران فاقد مدرک صدها نفر را بازداشت کرده است. یکی از مهاجران گفت پس از تجمع در مقابل اداره ثبت و احوال نفوذ استانبول دروازه ها بسته و حدود 500 نفر بازداشت شدند. مهاجران افغان در ترکیه ادعا می کنند که پلیس این کشور اعلام کرد به مهاجران بدون اسناد کارت اقامت توزیع می کند. یکی از مهاجران گفت پلیس ترکیه مهاجرین بدون مدرک را جمع‌آوری کرد و پس دست بند زدند و آنها را به سمت اردوگاه‌ها فرستادند. پلیس ترکیه این افراد را روز چهارشنبه 28 سنبله در اداره ثبت و احوال نفوذ استانبول بازداشت و به اردوگاه‌های مهاجران منتقل کرده است. مراسم اهدای جوایز سالانه 8 صبح که در واشنگتن دی سی برگزار شد، تندیس ابتکار ملکه ثریا با لورن اوتس اهدا شد. مراسم اهدای جوایز سالانه 8 صبح جمعه شب 3 سنبله در باشگاه ملی مطبوعات واشنگتن دی سی برگزار شد. در این مراسم تندیس ابتکار ملکه ثریا با لورن اوتس، مدیر اجرایی سازمان زنان کانادایی برای زنان افغانستان داده شد. مراسم اهدای جوایز سالانه 8 صبح با 3 سال تأخیر برگزار می شود. اولین مراسم جوایز 8 صبح در سال 1400 در دفتر روزنامه در منطقه تایمنی شهر کابل برگزار شد. در این مراسم تندیس روشن فکری قسیم اخگر و نوشابه آشنا، گوینده و خبرنگار تلویزیون صدای امریکا داده شد. در این مراسم همچنان تندیس نویسندگی زریاب به حمیرا قادری، تندیس تاریخ غبار و سیما سمر و تندیس استادگی رابیه بلخی با وحیده امیری اهدا شد. گفتنی است که نوشابه آشنا در شهر جلال آباد متولد و از دانشگاه کابل فارغ التحصیل شده است. وی به عنوان نویسنده، راوی و تهیه کننده برنامه های رادیویی با رادیو بی بی سی نیز همکاری داشته است. رسانه پاکستانی جیو نیوز گزارش داد که در 3 روز گذشته 9 افغان در میدان هوایی بین المللی جناح کراچی دستگیر شدند. این افراد متهم شدند که به بهانه درمان با مدارک پزشکی جعلی به پاکستان آمده و قصد خروج از این کشور را داشتند. جیو نیوز روز سه شنبه گزارش داد که افغان‌های بازداشت شده قصد سفر به اسلام آباد و از آنجا به کشورهای دیگر را داشتند. مقامات افزودند که افغان‌های دستگیر شده توسط اداره مبارزه با قاچاق کالا بازداشت و زندانی شدند. مقامات پاکستانی میگویند برخی از اتباعی خارجی پس از دریافت ویزا از سفارت امریکا و ژاپن در اسلام آباد، لاهور و کراچی و کشورهای مذکور سفر می کنند. با این حال به دلیل بسته شدن ویزای پاکستان بسیاری از افغانها سعی می کنند با دریافت ویزای درمان وارد پاکستان شوند. افغانهای مقیم پاکستان دارنده ویزای پزشکی می گویند که حکومت پاکستان ویزا را برای افغانها محدود کرده و آنها مجبورند با مبلغ هنگفتی ویزای درمانی دریافت کنند. منابعی در تخار تیرباران 6 نفر توسط طالبان در منطقه قیوم آباد ولسوالی بهارک را تایید کردند. چند منبع در گفتگو با رازنامه اطلاعات روز گفتند که این افراد پنجشنبه شب 29 سنبله در یک خانه مسکونی با اتهام دزدی تیرباران شدند. با گفته منابع
طالبان اجساد این 6 نفر را در بازار ولسوالی بهارک به نمایش گذاشتند. تا هنوز درباره هویت این 6 نفر اطلاعاتی در دست نیست. مبین صافی سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در تخار به پیام خبرنگار روزنامه اطلاعات روز در این مورد پاسخ نداد. طالبان در گذشته نیز افراد را به اتهام دزدی و ارتباط با گروه‌های مخالف این گروه تیرباران کردند. در مراسم اهدای جوایز سالانه 8 صبح که در واشنگتن دی سی برگزار شد، تندیس موسیقی دریا که به نام فرهاد دریا اختصاص داده شده به قیس الفت اهدا شد. مراسم اهدای جوایز سالانه 8 صبح جمعه شب 30 سنبله در باشگاه ملی مطبوعات واشنگتن دی سی برگزار شد. این تندیس و پاسداشت خدمات هنری و فعالیت‌های بشردوستانه به نام فرهاد دریا اختصاص داده شده است. از فعالیت‌های موسیقی فرهاد دریا می توان به تشکیل گروه هنری باران و نشر بیش از 32 آلبوم یاد کرد. دریا همچنان در سال 2004 کنسرت تاریخی را در استودیوم غازی برگزار کرد که از سوی مجله سانگ لاینس و عنوان یکی از 50 لحظه بزرگ در تاریخ موسیقی جهان شناخته شد. فرهاد دریا در مراسم اهدای جوایز سالانه 8 صبح تندیسی که به نام خود وی اختصاص داده شده را به قیس الفت آوازخوان و مدیر اجرای شبکه موسیقی آسیا اهدا کرد. قیس الفت علاوه بر فعالیت در عرصه موسیقی در سایر بخش‌های فرهنگی نیز فعال است. وزارت معدن و پترولیم طالبان اعلام کرد که در یک سال گذشته حدود 78 هزار قیراط زمرد پنجشیر را به ارزش تقریبا 5.5 میلیون دلار فروخته است. مسئولان این وزارت گفتند برای استخراج معدن زمرد پنجشیر 575 اجازه نامه صادر کردند. مسئولان وزارت معدن و پترولیم طالبان روز شنبه 31 سنبله در یک نشست خبری دستاوردهای یک سال گذشته خود را تشریح کردند. با گزارش مرکز رسانه‌های طالبان، مسئولان این وزارت گفتند که طی یک سال اخیر حدود 1700 محل معدن زمرد در ولایت پنجشیر را ثبت کردند. وزارت معدن و پترولیم طالبان می‌گوید زمردها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به فروش رسیده است. مسئولان این وزارت از امضای قرارداد برای استخراج دیگر معدن افغانستان هم با شرکت‌های داخلی و خارجی خبر داده‌اند. از اینکه تا پایان سرویس خبری با ما بودید جهان سپاس. تا دیدار بعد، بدرود.